به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به مجموع خبرهای چینل جنرال پلاس خوش آمدید. آرزومندم تا آخر ویدیو با ما بوده و این چینل رو نیز سابسکرایب نمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اعلامیه حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در پیوند به اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری. کابل اول جدی سال 1398. هموطنان عزیز، خواهران و برادران، پس از انتظارات طولانی سرانجام کمیسیون مستقل انتخابات نتیجه ابتدایی انتخابات شش میزان ریاست جمهوری را اعلام کرد. با در نظر داشت عملکردهای کمیسیون مستقل انتخابات در کندکاری و انجام وظایف و با در نظر داشت اینکه آن کمیسیون در بسیاری موارد در جریان انتخابات و پس از آن از تقلبات گسترده در حمایت از تیم دولت ساز که اکنون در قدرت است قرار داشته است، مردم افغانستان یک بار دیگر شاهد قربانی شدن دموکراسی در کشورشان گردیدند. حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان که کاندید پست معاونیت اول ریاست جمهوری را در تیم ثبات و همگرایی دارد، از همان آغاز مانند همه تیم‌های انتخاباتی بر شفافیت و درستی در روند انتخابات تاکید کرده، از کاربرد سیستم بایومتریک در روز انتخابات حمایت کرده و پس از انتخابات نیز رأی‌های بایومتریک شده را مدار اعتبار قرار داده است. روز ششم میزان تیم حاکم با استفاده از امکانات دولتی و محورهای خیش در نهادهای دولتی و کمیسیون مستقل انتخابات دست به تقلب گسترده زده و در روند شمارش آرا نیز در زمان غیر قانونی انتخابات را ادامه و رأی‌های غیر بایومتریک را وارد سیستم کردند. ما در روزهای پس از انتخابات بر این نکته تاکید کرده بودیم که رأی‌های غیر قانونی و تقلبی را قبول نداریم و یک بار دیگر نیز بر آن تاکید می‌داریم. کمیسیون مستقل انتخابات محمد اشرف غنی رئیس تیم دولت ساز را با عجز 50.64% آرا برنده ابتدای انتخابات اعلان کرد. کمیسیون در مورد 300 هزار رای تقلبی و غیر قانونی که موارد اختلاف میان کاندیدها و کمیسیون نیز بوده است، مهر سکوت بر لب زده است. به این ترتیب کمیسیون یک بار دیگر رایهای پاک مردم را به سود تیم حاکم زیر پا کرده و با تقلب دموکراسی نو پای افغانستان را به عزت و به اعتبار کرد. به تاسی از این موارد اعلام می داریم که به هیچ کس اجازه نمی دهیم آرای پاک مردم ما را زیر پا کند. ما با تمام قوت و تا آخرین دم تا در کنار مردم خود استاده ایم که امروز حضورشان در جامعه نادیده گرفته شده و رأی‌هایشان پایمال گردیده است. دیگر تقلب و جهل نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را تعیین نخواهد کرد. استاده ایم و با مردم خیش از آرای مردم خیش دفاع خواهیم کرد. شورای مرکزی جنبش ملی اسلامی افغانستان اشرف غنی چنین می‌افزاید: اکنون وقت آن است که همه قانون بازی را بپذیرد. رئیس جمهور کنونی افغانستان امروز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری گفت که دیگر کسی که از میله تفنگ بر سر افغانستان حکومت کردن نمی تواند و خیالها در این باره را هم خام هستند. با گزارش سپوتنیک به نقل از طول نیوز، محمد اشرف غنی رئیس جمهور کنونی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری که پیش از 50% آرا نتایج نخستین انتخابات جمهوری را به خود اختصاص داده است، اعلام این نتایج را پیروزی ملت دانست و به مردم شاد باد گفت. او پس از نزدیک به 7 ساعت از اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری در یک سخنرانی خطاب به ملت گفت: امروز جمهوریت تامین شد.
جمهوریت پابرجاست. جمهوریت دوامدار است و محور جمهوریت شهروندان است و این روز جشن شهروندان است. شهروندان افغانستان این موقف را به وجود آوردند. او در واکنش به سخنان تیم رقیب اصلیش یعنی دکتر عبدالله عبدالله گفت نتایج نخستین انتخابات برآمده از آرای تقلبی است. گفت نامزدان انتخابات باید اصول بازی را پذیرفتند و قانونمند رفتار کنند. غنی افزود بازی اصول دارد، اصول را قوانین تعیین کرده است. قانون اساسی افغانستان قانون انتخابات و مردم افغانستان است. اکنون زمان آن است که همه اصول بازی را بپذیریم و در روزهای آینده که کمیسیون مستقل انتخابات یعنی محترم شکایت فیصله می کند، باز هم تیم ما قانونمند رفتار خواهد کرد و دیگران هم باید قانونمند رفتار کنند. غنی در ادامه سخنانش هشدار داد که کسی به فکر به قدرت رسیدن از زور تفنگ نباشد. دیگر کسی بر افغانستان از سر میلی تفنگ حکومت کردن نمیتواند. باز برایتان تکرار میکنم، خیالهای خام که از میلی تفنگ کس سر افغانستان حکومت کرده میتواند خیال و خواب است. او تاکید کرد که از سوء استفاده از نیروهای امنیتی جلوگیری خواهد شد. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان یگانه نیروهای هستند که استعمال نیروهای مشروع را در دست دارند و از انواع سوء استفاده از قوه انشالله و تعالی به قوت جلوگیری خواهد شد. اما استعمال نیروها از طرف تیم دولتساز همیشه در چارچوب قانون بوده است. یادآوری میکنیم که کمیسیون مستقل انتخابات پیش از چاشت یک شنبه اول جدی نتایج نخستین انتخابات را اعلام کرد که بر مبنای آن محمد اشرف غنی با بعد از آوردن 9,236,000 رای یعنی 50.64% آرا را بعد از آورده است. عبدالله عبدالله 39.52% کل آرا می شود و گلبدین حکمتیار هم 3.85% کل آرا را به دست آورده است. دیدار عبدالله با اسکات میلر پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری. فرمانده نیروهای امریکایی در افغانستان امروز پس از اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به دیدار رئیس اجرایی افغانستان رفت. با گزارش اسپوتنیک، ریاست اجرایی افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته است دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان امروز یک شنبه در دفتر کاری خود با جنرال اسکات میلر فرمانده نیروهای امریکایی در افغانستان دیدار کرد. بر اساس اعلامیه صادر شده در این دیدار دو طرف درباره آخرین تحولات نظامی امنیتی پیشرفت و تلاش ها صورت گرفته در مذاکرات صلح گفتگو کردند. این دیدار در حال صورت گرفته است که کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد و بر اساس این گزارش اشرف غنی با کسب بیشترین آرا در صدر و عبدالله در جایگاه دوم قرار گرفته است. عبدالله امروز پس از اعلام نتایج انتخابات در یک نشست خبری گفت ما با همه قدرت از آرای مردم دفاع میکنیم. هیچ شک نیست که بر اساس رای پاک مردم ما برنده انتخابات هستیم. تیم ثبات و همگرایی برنده انتخابات است. یادآوری میکنیم که یک شنبه اول جدی کمیسیون مستقل انتخابات نتیجه انتخابات ریاست جمهوری کشور را پس از چندین ماه بالاخره اعلان کرد که محمد اشرف غنی با کسب بیشتر از 90,000 رای و 50.64% پیروز انتخابات ریاست جمهوری این کشور است. بر اساس این گزارش عبدالله عبدالله رقیب انتخاباتی غنی با پیش از 700,000 رای و 39.52% در رده دوم قرار گرفته است. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 6 میزان سال روان خورشیدی برگزار شد که در آن پیش از 1,800,000 نفر از پیش از 10 میلیون واجد شرایط رای دهی شرکت کرده بودند. همچنان عبدالله افزوده است کمیسیون با تقلبکاران همدست شد و جواب قانع کننده به ما ارائه نکرد.
رئیس اجرایی افغانستان و نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور گفت که با ما همه قدرت از رای مردم دفاع میکنیم. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل ما رو سابسکرایب نمایید.